سلام یکشنبه شنبه آبان 93 26 اکتبر 2014 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه اعتراض به مسئله اسید پاشی و عدم رسیدگی حکومت و برخورد ابهام آمیز مقامات حکومتی و سوق پیدا کردن این اعتراضات به سمت دفاع از حقوق زنان و مقابله با خشونت ورزی علیه زنان دیروز هم ادامه پیدا کرد در اصفهان جلوی شهرداری تجمعی صورت گرفت که برخورد پلیس و نیروهای امنیتی بسیار خشن بود با گاز اشکاور باتون و شکر به جان مردم افتادند در تهران هم که قرار بود جلوی وزارت کشور تجمع باشه تراکم امنیتی ها و پلیس سرکوب در تمام خیابان های اطراف و جلوی وزارت کشور وجود داشت مجموعا 160 نفر از زنان و هفت نفر از مردان دستگیر شدند به کمیته خیابان وزرا منتقل شدند که ساعتی بعد بعد از نوشتن اسم و سوابق و عکس و غیره آزاد شدن اما پنج زن هنوز تا زمانی که من خبر دارم در بازداشت باقی موندند و مردان هم کم و بیش کتک خورده بودن خانوم نسرین ستوده هم بین بازداشت شدگان بود که بعد از هفت ساعت آزاد شد قرار بود در مشهد جلوی پارک ملت و در شیراز هم تجمع باشه اعلام شده بود اما جو امنیتی و حضور سنگین نیروهای پلیس و سرکوبگر اجازه نداد که تجمع شکل بگیره در زندان رجای شهر هم چارده زندانی سیاسی دیروز شنبه دست به اعتصاب غذا زدند در همراهی با تجمع های بیرون زندان و اعتراضاتی که شکل گرفته به این ترتیب دیده میشه که مسئله اسید پاشی و خشونت ورزی اینچنین وحشیانه علیه زنان کاملا در دید مردم جهت ضد حکومت پیدا کرده مسئول اصلی حکومت ترویج خشونت ورزی به اسم امر معروف و نهی از منکر از ریشه های اونه و وحشت حکومت رو هم میشه دید که از ساده ترین تجمعات هم چگونه وحشت داره و تمام تلاشش این است که فضای خفقان و ترس و وحشت به هیچ وجه شکسته نشه جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که برای برخی رسانه ها که اخبار تجمعه ها در اعتراض به اسید پاشی رو پخش کردند احزاریه فرستاده و گفته ما به جد اون رو دنبال میکنیم محسنی اجهی هم مسئول پرونده اسید پاشی شده که احتمالا لابد چند تا اعدام از توش در خواهد آمد و بستن چند رسانه و روزنامه رضا سراج بازجوی معروف هم یادداشتی نوشته و گفته اسید پاشی تا انتخابات مجلس خبرگان ادامه میابد چون ادهی با همکاری انگلیس دنبال مشروعیت قهقرایی ظمهستن به این ترتیب مسئله فرافکنی و پای انگلیس رو به میان آوردن هم به ماجرا اضافه شده آریا جعفری عکاس خبرگزاری ایسنا که دستگیر شده بود روز دو روز قبل کماکان در زندان از او خبری نیست دو فعال فیسبوکی هم در اسفهان دستگیر شدند به جرم اشاعه اخبار تظاهرات و تجمعات ضد اسید پش. اما سایت روز گزارشی رو منتشر کرده که طی اون توضیح میده چگونه پاییز سال گذشته سردار عزیز جعفری فرمانده یک کل سپاه گفته بود که حضرت آقا منظور آقای خامنه ای نظرات جزئی و ریزی دارند در خصوص امره معروف و نهی از منکر که در قالب دو طرح صالحین و امره معروف ارائه شده بود و به این ترتیب نشون میده که ریشه این طرحی که در مجلس مطرحه که به نوبه خودش این قبیل برخورد ها زمین سازه اسید پاشی و سایر خشونت های این گونه است در چگونه ریشه در صحبت ها و رهنمودهای های خود آقای خامنه ای داره اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا هم وارد هشتمین روز خودش شد کارگرها چهار ماهه که حقوق نگرفتند و چارده ماه هم بیمه اونها پرداخت نشده هزار دویست کارگر یک پارچه و متحد با هم این اعتصاب رو دارند به پیش میبرند موضوع دوم اینکه که اعدام ریحانه جباری واکنش های بینون المللی جنساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این اعدام رو محکوم کرد اف بین‌الملل طی بیانیه اون رو لکه خونین دیگری بر کارنامه جمهوری اسلامی دونست و رسانه ها و مطبوعات مهم دنیا مثل تلویزیون های ABC, CBS, NBC امریکا یا BBC جهانی, CNN و غیره هم خبر اعدام ریحانه جباری رو منتشر کرد موضوع سوم اینکه ماجرای بورسیه های غیرقانونی و گزارش وزارت علوم کماکان واکنش های متفاوت رو به دنبال داره بیش از همه کیهانی ها و سایت های احمدی نژادی صداشون در اومده احتمالا بیشترین تعداد بورسیه های نور چشمی و غیرقانونی در بین گروه های وابسته به این حضرات هستند آقای علی نجفی سرپرست وزارت علوم هم گفته آقای روحانی از من خواست که وزارت علوم رو بپذیرم اما من به دلایل شخصی نپذیرفتم و آقای نیلی معرفی شد وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم عنوان کرده که پای 170 تا 180 نماینده مجلس در پرونده رحیمی گیره اینها همه از رحیمی بابت انتخابات پول گرفتند. او گفته این حکم اخیر یعنی این 14 سال زندان و شلاق و جریمه نقدی یکی از موارد اتهامی بیش از 40 تا 50 اتهامی است که به رحیمی وارد شده وزیر نیرو طرح جدیدی رو به دولت داده برای افزایش قیمت آب و برق او گفته آب متر مکعبی هزار تومن در میاد در حالی که متوسط مردم 300 تومن میپردازن لاقل نیمی از پول آب رو باید بدهند و برق هم گفته در حال حاضر مردم نیمی از قیمت تمام شده برق رو میپردازن اما آقای وزیر توجه نکرده که درآمد این مردم امکان پرداخت در همین سطح فعلی رو هم نداره چه رسد به اینکه بخواهند اون رو گرونتر بکن بانک مرکزی هم مجوز نه مؤسسه مالی اعتباری و بانک آینده یا اون تات سابق رو لغو کرده بانک تات از متعلق به فردی بود که از جناح احمدی نژاد محسوب میشد موضوع چهارم اینکه آقای تخت روانچی معاون وزارت خارجه اعلام کرده که احتمال داره محدودیت غنیسازی رو برای جلب اطمینان جهانی در سطحی بپذیریم آقای عراقچی هم عنوان کرده جواب خانوم شرمن رو داده و گفته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه جزئیات رو منتشر بکنیم با پیشنهادات ایران معلوم خواهد شد که مقصر کدام طرف بوده زمنا ایشون گفته اختلافات کماکان باغیست و احتمال توافق تا 24 نوامبر کمه آقای دنیس راس مشاور سابق آقای اوباما هم در روزنامه واشنگتن پست مقاله نوشته و گفته اوباما نمیخواد گفتگوهای پنج به اضافه یک و گفتگوهای آمریکا با ایران رو افشا بکنه برای اینکه معلوم خواهد شد امریکا چقدر کوتاه اومده و کنگره و مردم وحشت خواهند کرد او ضمنا پیش بینی کرده اگر اکثریت سنا رو در انتخاب در چهارم نوامبر جمهوری خواها به دست بگیرند اون وقت با اتحادی که بین دو حزب بر سر پروژه هسته ای ایران وجود داره اون وقت یک قرارداد بعد دیگه دولت اوباما نمیتونه امضا کنه و ناچار از یک قرارداد خوب خواهد شد اما موضوع آخر اینکه آقای رمضان شریف معاون فرهنگی سپاه فرمودند که فیسبوک و توییتر ابزار تولید وحشت هستند آقای مهدی آبدینی حجت الاسلام مهدی آبدینی امام جمعه شهر معمولان در پلدختر لورستان هم فرمودند که مبارزه با ماهواره از اهداف قیام امام حسین بود اندکی صبح نزدیک از تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی